امر خدا هستم. لذا تو عالم تنها مجلسیه که عاقدش خود خدا بود تو آسمون ها، فاطمه و علی. خب آقا اجازه میدید دیگه از همینجا بریم. پیغمبر آمد، امیر المومنین داماد حضرت صدیقه، آخر شب است، فاطمه مادر هم ندارد، خدیجه سلام الله علیها به اسماء وصیت کرده بود که شب زفاف جای من برا فاطمه مادری کن. همه زنها رفتن، پیغمبر اومد دید اسما مانده، فرمود اسما مگه نگفتم همه برن؟ گفت یا رسول الله چرا، اما وصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها بود که ماندم. بعد نگاه کردن دیدن اسما داره حسرت میخوره، اسما هم رفت. البته جمله‌ای به گوش اسما فرمودن اسما حسرت نخور، تو هم یه روزی همسر علی میشوی. ظرفیت ها رو ببینید، اسما کیه؟ زن جعفر طیار است، بعد از جعفر طیار زن ابوبکر ملعونه که محمد ابن ابی بکری که امیر المومنین فرمودن نگید محمد ابن ابی بکر، بگید محمد ابن علی، من او رو با حسن و حسینم بزرگ کردم. علی در فراق او گریه کرد. حدیث داریم امام صادق فرمودن این پسر پسر ابی بکر بود، اما نجابتش از مادرش بود. لذا علنی تو بیعت با امیرالمؤمنین اینجوری با علی بیعت کرد که علی جان با تو بیعت میکنم، تو امام مفترض و طائع هستی، اشهد انک الامام المفترض و ان ابی فی النار، بابام اهل دوزخه. تو بیعت با علی، این از این اسماست. بعد هم آمد کنیز فاطمه شد و بعد همسر امیرالمؤمنین شد. لذا اینجا یه شبهه‌ای رم بگم، این ام کلثومی که شنیدید الانم تو سایت‌های اینترنتی خیلی روش مانور میدن که علی دخترشو به عمر ملعون داد، نه، این ام کلثوم ربیبه علی بود. یعنی چی؟ دختر اسما بود که اسما بعد از ازدواج با امیرالمؤمنین این دختر رو آورد خانه امیرالمؤمنین. این تو عرب رسم بود، الانم هست بین ما. این دختر سرپرستیشو چون علی انجام داده بود شد ربیبه علی. لذا این ام کلثوم است که داستان خواستگاری است، نه دختر فاطمه و علی، ربیبه علی است. کار نداریم، اسما هم رفت، فاطمه مانده است و علی مانده است و پیغمبر. دست فاطمه رو گرفت تو دست علی گذاشت، یه جمله فرمود، فرمود هازهی ودیعت الله و ودیعت رسوله. علی جان این هم امانت خداست و هم امانت من پیغمبره. بعدم یه جمله در گوشه این زن و شوهر گفت، شب اول زندگی، شب جمعه است دیگه، یه جمله گفت، علی و فاطمه تا صبح گریه کردن. ببین خوش با حال اون زن و شوهرها، جوونا زندگیتونو با گریه بر حسین شروع کنید، ولادت بچه هاتونو با عشق بر حسین کامشونو بگیرید، هنکو اولادکم به ماء الفرات به تربت الحسین. میدونی چرا؟ خدا رحمت کنه، قدیمی ها میگفتن تو قبر که بذارنت، قبر جوری فشارت میده اولین غذایی که خورده باشی بالا میاری. خب اگه اولین غذا تربت حسین باشه تمام وجودت بوی تربت میده، دیگه نکیر و منکر تو قبرت برای چی بیان؟ علی و فاطمه رو کنار هم گذاشت، فرمود
خدا به شما پسری میدهد به نام حسین، او رو تشنه در کربلا میکشد. روزشو خوند و رفت. تا صبح این زن و شوهر گریه میکردن بر حسین. شعر مرحوم علامه رو اینجا بخونم، ایشونم فیض ببره. از پیر غلامان امام حسین بود. دل شب داد امانت به علی، دل شب داد امانت به علی، دل شب باز گرفتش ز علی. روز عروسیه دیگه ها، پیغمبر گریه کرده، من و تو گریه میکنه، فاطمه و علی گریه کردن، بهار زندگیشونو با گریه شروع کردن. امام صادق فرمود هر که محبت مادرم فاطمه رو نداشته باشه رو زمین راه بره، رو زمین قصبی راه رفته و حرام است. این مهریه مادرم فاطمه است، نه آبهای عالم. تو بعضی احادیث داریم کل عالم مهریه فاطمه است. دل شب این امانت رو داد به امیرالمؤمنین. رسم امانت چیه؟ دو تا چیزه. اول اینکه امانت رو به صاحب اصلی برگردونی. علی این شرط اول رو به جا آورد. شرط دوم اینه اگه امانت رو سالم تحویل گرفتی سالم هم بده. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، دلت میخوای حسین بکشی بکش، عیبی نداره. به موالات گم علمنا الله معالم ديننا يا علي رسم امانت این است، دل از این غصه بسی غمگین است. یا ابن الازد صورت فاطمه، صورت فاطمه چه نیلی بود. عمر کنار گاب عربی میگم، ظاهرن دلت جای دیگه است، باشه همونجا میبرم. و حاجب الحوز همه غمهای عالم تو دلش خانه کرد. و السلام علیک یا رسول الله، ان الصبر لجمیل الا عنک. صبر زیباست اما نمیتونم جا صبر کنم. والجزاء قبیح الا انت، جزاء فضا قبیح الا برا تو. خب
بعد یه جمله گفت همه یه روزه تو این عبارت صدا زد یا رسول الله لقد استرجعت الودیعة. نه این که من امانتو برگردوندم، فلفل مجهوله، یعنی یا رسول الله این امانتو از علی گرفتم، امانت به تو برگردانده شد و اخذت الرحینه، روب نمیشه بگم خیلی خجالت گزید، اما یه نگاه کرد دون میدم کیه علی رو کمک کنه، شنیدی دو تا دست شبیه دستان پیغمبر بیرون اومد، بعد امیر المومنین یه جمله گفت صدا زد یا رسول الله فهفه از سؤال، خودت از فاطمه سؤال کن. این امت همه جمع شدن، نه پهلوشو بشکنن، نه سینشو زوران کنن، نه بچهشو بگوشن، به تضافر امتی که حالا حزمه ها، یعنی همه هم قسم شدن از فاطمه دیگه چیزی نمونه. یا الله یا الله، نمک همه روزا حسینه، شب جمعه است، مادرشو مهمون کن، انشالله یه همچین شبی بری کربلا. بعضی ها صدای مادرشو شنیدن، نی میگم اب کی حالا رأس کل مقتوم حسین، ام حالا بدن کل مطروح حسین، که امانتشو نتونه سالم تحویل بده. جسارت اگه بگم خجالت کشید، نه اما من یه امانت داره دیگه هم میشنازم، که اربعین اومد کربلا گفت داداش همه یه امانتی ها تاوردم، اما اون دختر رو گوشه خراب جا گذاشتم. حسین سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، دستاتو بیار بالا، شب جمعه است، فیض آماده است، بهره های وافر رو خواهید بود. حضرت صادق فرمود جایگاه ملکوتی جد ماهوی عبدالله
فی یمین العرش است. بعد حضرت فرمود جد ما حسین از آن قسمت عرش قصه دست نظاره میکنه. من میگم و تو گرفتی و گرفتی. دسته اول به شهدای کربلا، همون اصحاب با وفاش. یعنی چی؟ یعنی تا قیامت چشش نگرانه. اونجا که صدا زد عین المسلم عین الحبیب. دسته دوم زائرین ابی عبدالله هستند. ارباب نظر میکنه ما بیچاره ها چی؟ حضرت فرمود دسته سوم به گریه کناش نگاه میکنه. حالا تو دستتو بیار بالا، سرتم بیار بالا، ارباب داره به تو نگاه میکنه. تو نگاه کن چی بگو ارباب با وفا. از عرش خدا منو صدا کن، ارباب با وفا منو دعا به شما وصیت می کنم که به ندای حلیم ناصر حسین لبیک گفته و اعمالتان را با ولایت فقیه تطبیق دهید و در پاسداری از حریم مقدس اسلام اسلحه بر زمین افتاده‌ام را به دوش گرفته و بر کاخ ظلم و کفر بتازید.